سلام، من مرتضی کریمی هستم از وبسایت باگنامه.ir. توی این آموزش میخوام بهتون یاد بدم چطوری بازی‌های دیتادار اندروید رو روی گوشیتون نصب و اجرا کنید. خب بذارین اول بگم که اصلا بازی دیتادار چی هست. ببینید، یه بازی محتویاتی داره که اصطلاحاً به اون محتویات دیتا میگن. اون محتویات تشکیل شده از داستان بازی، گرافیک بازی، صداگذاری ها، فیلم، تصاویر، محیط بازی و هر چیزی که اون بازی رو تشکیل میده. بعد سازنده های بازی اومدن دیدن اگه بخوان یه بازی حجیم تولید کنن، با از اون یه فایل نصب خروجی بگیرن که مثلا 2 گیگ بشه، شما اگه بخوان یه فایل 2 گیگ رو نصب کنین خیلی طول میکشه. به خاطر همین اومدن بازی ها رو به 2 قسمت تبدیل کردن. یکی یه فایل سبک که نصب میشه و یکی یه فایل سنگین که همون فایل دیتاه. بعد کاری که شما باید بکنید اینه که فایل نصبی سبک رو نصب کنید و فایل دیتا را توی پوشه‌ای که سازنده میگه قرار بدین. بعد بازی رو که اجرا میکنید اون فایل نصبی فایل دیتا را شناسایی میکنه و بازی اجرا میشه. قبل از اینکه بریم سراغ نصب بازی، بذارین یه سری پیش نیازها رو بررسی کنیم و یه نکته ای هم بگم، اینکه من همه این کارا رو روی گوشی خودم میکنم. به خاطر همین ممکنه با گوشی شما بعضی جاهاش یکم فرق داشته باشه، ولی مشکل نیست چون روش کار یکیه. مورد اول اینه که یه جیمیل حتما روی گوشی اندرویدیتون داشته باشین. چرا؟ چون شما اگه بخواید به فروشگاه گوگل یا گوگل پلی استور وصل بشین یه جیمیل لازم دارید. یا اگه بخواید بازی آنلاین انجام بدین، برای اینکه اون بازی ذخیره بشه اطلاعاتش که مثلا شما تا کجا بازی کردین، باید روی جیمیلتون توسط نرم افزار بازی‌های گوگل یا همون گوگل پلی گیم ذخیره بشه. حالا چطور روی گوشیمون جیمیل بسازیم؟ کار خیلی ساده ایه. میریم تنظیمات گوشی، بعد قسمت حساب ها، افزودن حساب رو میزنیم، حساب گوگل رو انتخاب میکنیم. بعد میتونیم اینجا یا اگه جیمیلی داریم از قبل روی گوشیمون وارد کنیم یا یه جیمیل جدید بسازیم. یه لحظه صبر کنید یه بار دیگه بیاره. ببینید اینجا میتونید اگه جیمیلی دارید وارد کنید یا روی گزینه کرییت اکانت یا ایجاد حساب بزنید و یه جیمیل جدید بسازید. مورد دوم که باید چک کنیم اینه که نرم افزارا و سرویس های گوگل روی گوشیمون فعال باشه. حالا این نرم افزارا چیه؟ یکیش همون فروشگاه گوگل یا گوگل پلی استوره. دومی اگه میخواییم بازی آنلاین انجام بدیم همون گوگل پلی گیمز یا بازی های گوگله. و یکی که از همه خیلی مهمتره سرویس های گوگل یا گوگل پلی سرویس هستش. حالا چطوری بفهمیم اینا روی گوشیمون فعاله؟ میایم داره تنظیمات گوشی، بعد قسمت برنامه ها، همه برنامه ها رو میزنیم، پیدا شد. یکی گوگل پلی گیمز، وقتی واردش میشین 2 تا گزینه داره. یکی فورس استاپه که این میشه ترجمهش توقف اجباری. وقتی اینو بزنید برنامه متوقف میشه مگه اینکه دوباره واردش بشین تا باز بشه. مهمتر از همه این گزینه دیسیبل هستش. این باعث میشه که برنامه متوقف بشه. وقتی هم که متوقف بشه و غیر فعال بشه دیگه اون برنامه کار نکنه. به خاطر همین این 3 تا نرم افزار رو اگه روی گوشیتون غیر فعاله فعالش کنید. اینم گوگل پلی سرویس بود، اینم گوگل پلی استور. این 3 تا نرم افزار روی گوشیتون حتما فعال باشن چون یه سری از برنامه ها و بازی ها هستن که به این نرم افزارا نیاز دارن و اگه این نرم افزار روی گوشیتون نصب نباشه یا دیسیبل یا غیر فعال باشه اون بازی یا نرم افزارا با اختلال روبرو میشن. مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که سخت افزار گوشیتون رو بشناسید.
حالا من برای اینکه بدونم مثلا گوشیم چه مشخصات سخت افزاری داره چند تا راه ساده دارم. ساده ترین راهش اینه که مثلا توی گوگل سرچ کنم. مثلا گوشی من LG G3 هست، سرچ میکنم LG G3. سایت های مختلفی هستن که مشخصات گوشی ها رو می نویسن، هم مثلا همین سایتی که اول بار آورد mobile.ir یا مرجع موبایل ایران واردش میشیم. میبینید توی این جدول مشخصات کامل گوشی ها نوشته که میتونید مطالعه کنید. غیر از این مشخصات گوشی های دیگه هست، مثلا این کنار سامسونگ، اپل، هر چیزی که گوشیتون هست میتونید سرچ کنید یا از توی اینا پیدا کنید. قضیه که همه مشخصات گوشی رو میگه. حالا من اون نرم افزار رو از قبل روی گوشیم نصب کردم. این نرم افزار رو میتونید از فروشگاه گوگل یا همون گوگل پلی استور دانلود رو نصب کنید یا توی گوگل سرچ کی پیوزد مثلا اینو سرچ میکنه. میبینید سایت های مختلف میزن، مثلا فارسوک، کافه بازار، از هر جایی که خواستین میتونین دانلود کنین، یا مثلا APK Tools که من از قبل دانلود کردم. وارد نرم افزار CPU-Z میشم. این نرم افزار همه مشخصات گوشی رو نشون میده که البته ما به همش نیازی نداریم، به اونایی که الان نیاز داریم اشاره میکنه. این بخشی که میبینید الان بهش اشاره میکنم نوشته SOC. SOC مخفف سیستم آن چیپ است، یعنی سیستم روی یک تراشه یا چیپست. حالا این اصطلاح دهن پر کن یعنی چی؟ ببینید گوشی ها به خاطر سایز کوچیکشون مثل کامپیوترها نیستن که بتونن مثلا پردازنده های بزرگ یا کارت های گرافیک و رم و این چیزا رو به صورت مجزا بتونن توش جا بدن. به خاطر همین سازنده ها اومدن همه اینا رو مثلا شبکه های بی سی مثل وای فای، بلوتوز یا CPU، گرافیک و اینا رو توی یه چیپست یا تراشه جمع کردن و تو سایزی در آوردن که بشه توی گوشی به کار برد. به خاطر همین بهش گفتن سیستم آن چیپ، یعنی کل این سیستم روی یک تراشه است. چیزی که ما اینجا لازم داریم اینه که CPU گوشی یا همون پردازنده مرکزی گوشی و گرافیک گوشی یا همون پردازنده گرافیکی گوشی رو بشناسیم. این موردی که من الان دارم دوش میزنم نوشته کوالکام اسنپ دراگون 801، این اسم CPU گوشی منه. توی قسمت مدل یا به فارسی خودمون مدل، مدل دقیق CPU گوشی رو نوشته. توی قسمت کورز یا هسته ها میگه CPU چند هسته ایه که الان توی گوشی من 4 هسته ایه. توی قسمت GPU رندرر مدل گرافیک گوشی رو نوشته که الان مال من آدرنو 330 ایه. و توی قسمت GPU کلاک سپید سرعت پردازشی گرافیک رو نوشته که الان حداقل 330 مگاهرتز و حد اکثرش هم این بالا نوشته 578 مگاهرتزه. و توی قسمت این کلاک سپید سرعت پردازشی CPU گوشی رو نوشته که الان حداقل 300 مگاهرتز و حد اکثر 2.5 گیگاهرتزه. میایم تو قسمت دیوایس، اینجا هم یه سری اطلاعات داریم که به دردمون میخوره. یکی توتال رم نوشته که مجموع رم گوشیه که 2800 مگابایت همون 3 گیگ رم داره که الان 45% توی قسمت اویلیبل رم، میگه 44%ش آزاده. توی این قسمتی که نوشته اینترنال استوریج یا حافظه داخلی میگه که 25.5 گیگ آزاد داره، ولی در حالی که گوشی من حافظه داخلی 32 گیگ. ببینید این قسمت از حافظه داخلی که اینجا لحاظ نشده توسط سیستم عامل اندروید و برنامه های پیشورزش اشغال شده و از اون 32 گیگ الان 25.5 گیگش در اختیار منه. و توی قسمت Available Storage یا حافظه
داخلی که موجوده استفاده کنم تقریبا یک فضای خالی من دارم. توی قسمت سیستم، توی قسمت اندروید ورژن نسخه اندروید شما را نوشته و توی قسمت اوپن جی ال که یه رابطه گرافیکی هست توی گوشی های اندرویدی نسخه اوپن جی ال گوشی نوشته که الان مال من اوپن جی ال 3 هستش. من یه لحظه برگردم توی قسمت دیوایس یه نکته یا بگم. یه چیزی که اشتباهاً بین ما ایرانی‌ها جا افتاده اینه که به حافظه خارجی میگیم رم، در حالی که این اشتباهه. ببینید اینجا نوشته اینترنال استوریج یا حافظه داخلی. این حافظه خارجی یا اکسترنال استوریج با رمی که ما میگیم فرق داره. این رم مخفف کلمه رندوم اکسس مموری که یه حافظه موقت تصادفی میشه. ببینید این رم که ما میگیم فرقش با حافظه داخلی اینه که توی حافظه داخلی شما میتونید اطلاعات ذخیره کنید، ولی توی رم این اطلاعات موقتی میره. چرا؟ چون رم سرعتش نسبت به حافظه داخلی یا خارجی خیلی بیشتر، برای همین یه برنامه بتونه با سرعت اجرا بشه میره توی رم، وقتی اجراش بود توی رم میمونه، وقتی هم که دیگه اجرا نشد از رم خارج میشه. ولی اون چیزی که ما بهش اشتباه هم میگیم مموری کارت حافظه خارجی یا مموری کارت هستش. حالا دونستن این اطلاعات سخت افزاری گوشی به چه دردی میخوره؟ ببینید شما وقتی میخواین یه بازی یا دانلود کنید اگه بدونید گوشیتون ضعیفه قویه، چقدر ضعیفه چقدر قویه، بدون این که مثلا نگران باشین که این بازی روی گوشیتون اجرا میشه یا نه دانلودش میکنید. ولی اگه مثلا یه گوشی ضعیف دارین که 1 گیگ رم داره و توی اون گوشی بیچاره اینقدر برنامه و بازی نصب کردین که از اون 1 گیگ رم 200 مگرم آزاد داره، نباید انتظار داشته باشین که یه بازی سنگین مثل پابجی رو بتونه بالا بیاره. خب الان میخواییم بفهمیم چطوری یه بازی روی گوشیمون اجرا میشه یا نه. ساده ترین کارش اینه که توی گوگل سرچ کنیم. مثلا من میخوام ببینم بازی پابجی روی گوشیم اجرا میشه یا نه. بنویسم پابجی اون LG GTD. توی یوتیوب خیلی کسا هستن که بازی ها رو تست میکنن و شما میتونید با یک سرچ ساده ببینید روی اون گوشیتون کسی تست کرده یا نه. خیلی از آدم هم هستن که میان این بازی ها رو ایرانی ها هم تست میکنن، توی آپارات میزن یا فیلم های یوتیوب ها توی آپارات هم میزن، پس فارسی هم سرچ کنید احتمال پیدا کردنش هست. بازی ها رو میتونید از منابع مختلفی دانلود و نصب کنید، مثلا توی گوگل سرچ کنید یا از فروشگاه خود گوگل یا کافه بازار و هر منبع دیگه. حالا مثلا من میخوام یه بازی دانلود کنم از گوگل و نصب کنم، مثلا مثلا بازی Need for Speed Most Wanted اندروید، واردش میشم از سایت فارسایت مثلا میخوام دانلود و نصب کنم. میایم پایین، به قسمت لینک های دانلود که میرسیم یه عالم لینک دانلود میبینیم که روش نوشته مخصوص پردازنده مثلا آدرنو، پاور وی آر، تگرا، مالی و همین پردازنده های گرافیکی وجود داره. ببینید تو نرم افزار CPU-Z که بودم تو قسمت SOC بهتون گفتم که مدل گرافیک گوشیتون رو از کجا بفهمید. بعضی بازی ها سازنده بازی فایل دیتا رو برای پردازنده های متنوع و مختلف به صورت جداگونه منتشر میکنه. وقتی شما با پردازنده های مختلف روبرو میشین باید فایل مخصوص پردازنده گرافیکی خودتون یا همون گرافیک خودتون رو دانلود کنید، که مثلا الان مال من آدرنوه، باید نسخه آدرنو رو دانلود کنم، یا اغلب گوشی هایی که الان مالی هست باید نسخه مالی رو دانلود کنم. یه چیز دیگه ای که میبینیم نوشته دانلود فایل نصبی مود بازی.
مود که بهش مات هم میگن مخفف کلمه مودیفیکیشن هستش توی انگلیسی. حالا فرق نسخه‌های مود شده با نسخه‌های اصلی چیه؟ ببینید، این نسخه‌های مود شده دستکاری شده، اونم نه توسط سازنده بازی. حالا این دستکاری ها چیه؟ شما مثلا وقتی وارد بازی میشید میبینید که مثلا پولتون، سکهاتون، جمهاتون یا جونتون تموم نمیشه، یا یه سری از مراحل بازی هستن که باید به خاطرشون پرداخت انجام بدین، پول بدین تا باز بشن، و این نسخه مود شده اون چیزاش آزاده، مثلا اون مرحله ها باز شده از قبل. یکم بالاتر میبینیم که نوشته نسخه جدید برای همه دستگاه ها. ببینید، بازی های جدید سازنده ها دارن یه کاری میکنن که دیتاشون بین همه پردازنده های گرافیکی جامع باشه. پس وقتی شما میدید یه بازی نصب کنید، میبینید که برای پردازنده های گرافیکی مختلف نیست، یه دیتا برای همه است. بعضی هم که برای پردازنده های گرافیکی مختلفه. یه راه حل دیگه ای برای این که بفهم اون بازی روی گوشیمون اجرا میشه یا نه، اینه که مثلا از سایتی که میریم بازی رو دانلود کنیم، توی قسمت نظرات کاربران بخونیم که آیا اون بازی رو کسای دیگه هستن که روی گوشیشون اجرا کردن یا نه. اینطوری هم نتتون حروم نمیشه، همین که هزینه اضافی نمی کنی. که میتونید بخونید، یکم حوصله کنید بخونید، مطمئنن جواب سوالاتون رو میگیرید. بعد غیر از این که بتونید یه بازی رو از سایت دانلود و نصب کنید، میتونید از گوگل پلی استور هم دانلود کنید. مثلا من میخوام یه بازی از گوگل پلی استور دانلود کنم، میرم وارد گوگل پلی میشم، بازی بیگل ریسینگ سه سرچ میکنم، برام هر چیزی میاره به جز اون بازی. بزنین یکم دیگه بیشتر روی این مسئله زوم کنیم. مثلا چطوری الان پیداش کنم؟ سرچ میکنم دانلود ریل ریسینگ سه. میرم توی سایت فارسوید مثلا، این قسمت که عکس گوگل پلی هم گذاشته، این بازی یا نرم افزار از گوگل پلی برای شما میاره. میزنم روش، متاسفانه میگه این پاپ آپ بلاک شد. آره، الان مثلا میگه انتخاب کن با مرورگر واردش بشی یا با خود نرم‌افزار گوگل پلی. من با خود گوگل پلی واردش میشم. به اروری که اغلب کاربرا میخوان اینه، میگه این آیتم توی کشور شما موجود نیست، این مسئله به خاطر تحریم هست. حالا چطوری اینو حل کنیم؟ و به خاطر همین مسئله بود که وقتی سرچ کردیم ریل ریسینگ 3 برامون نیومد. از گوگل پلی استور خارج میشم، میرم توی تنظیمات گوشی، قسمت برنامه ها، بعد از قسمت برنامه ها گوگل پلی استور یا فروشگاه گوگل رو پیدا میکنم. وقتی انتخابش کردم، توی قسمت ذخیره سازی یا استوریج میزنم روش، دو تا گزینه برام میاد. یکی کلیر دیتا که اینو بزنیم، داده های اون برنامه رو پاک میکنیم. وقتی وارد اون برنامه میشین، مثل اینه که روز اول وارد اون برنامه شدین، به صورت پیش‌فرض با تنظیمات پیش‌فرض اون برنامه اجرا میشه. یکی دیگه هم کلیر کش یا پاک کردن حافظه پنهانه. ببینید، این مسائل به خاطر اینه که ایران و کاربر ایرانی تحریمن، به خاطر همین اون برنامه را سرچ کردین، گفت تو کشور شما نیست. برای این که رفع بشیم این مشکل، باید آدرس اینترنت خودمون یا همون آی پیمون رو عوض کنیم، بعد وارد این برنامه گوگل پلی استور بشین، اون وقت شناسایی میکنه که ما از ایران بهش وصل نشدیم و اون برنامه‌مون برامون موجود میشه.
میتونین دکمه کلیر کش و کلیر دیتا رو اینجا بزنین که حافظه کش یا حافظه داده های برنامه رو پاک کنه. بعد به فیلتر شکن بفشین، وارد گوگل پلی استور بشین تا مستقیما ما رو از یک کشور دیگه شناسایی کنه. مثلا من الان کلیر کش رو میزنم تا حافظه پنهان برنامه پاک بشه. وارد نورد وی پی ان مثلا میشم، فرانکفورت آلمان رو انتخاب میکنم، ثبت میکنم که کانکت بشه، وصل بشه. الان میرم وارد گوگل پلی بشم. گوگل پلی برام اومد، ریل ریسینگ 3 رو سرچ میکنم، الان بدون مشکل اومد. میتونید روی دکمه اینستال یا نصب بزنید، بعد که بازی نصب شد واردش بشین و به صورت آنلاین دیتای بازی دانلود میشه. اگه هم دانلود نشد با فیلتر شکن تست کنید، چون شاید اون بازی از طرف داخل ایران یا از طرف خارج ایران به خاطر تحریم ها فیلتر باشه. حالا شاید یه نفر بخواد دیتای بازی رو داشته باشه و که بعد هم بتونه دوباره نصبش کنه، به خاطر همین میتونید به از سایت ها بازی رو دانلود کنید. مثلا من الان چون میخوام یه بازی سبک دانلود کنم که حجم من زیاد نره، میرم مثلا بازی اولد منز جورنی رو قبلا دانلود کردم، میشه همون مسافرت پیرمرد، میخوام الان نصبش کنم. وارد مدیریت فایل یا همون فایل منیجر گوشیمون میشیم، بازی که دانلود کردیم میاریم. الان مثلا کجا ریختمش؟ ببینید وقتی از یه سایت دانلود میکنید که بازی دیتا داره، احتمالاً دو تا فایله، یکی فایل نصبی بازیه و یکی هم فایل دیتای بازیه که به صورت فشرده است. حالا برای اینکه بتونید این فایل فشرده رو از حالت فشرده بودن در بیارین یا اصطلاحاً استخراج کنین، نیاز به یه نرم افزار جداگونه دارید که خیلی از نرم افزارها هستن این کارا میکنن. میتونید نرم افزار را رو از توی گوگل پلی یا توی سایت های مختلف دانلود و نصب کنید. مثلا من میخوام برنامه رار رو برای این کار دانلود و نصب کنم از توی اینترنت. میان تو سایت فارسلوید که بودم، توی قسمت جستجو رار رو جستجو میکنم، ثبت میکنم تا بیاره. ببینید خودش هم نوشته استخراج فایل های فشرده اندروید. برنامه های دیگه هم هستن که این کار رو میکنن که رار یکی از اون هست که میتونید دانلودش کنید یا از گوگل پلی هم میتونید دانلود کنید، روی گوشیتون نصب کنید. حالا میام فایل دیتا رو از حالت فشرده در بیام، با نرم افزار رار باز میکنم. وقتی وارد فایل فشرده میشم چند تا چیز میبینم، یکی یه پوش است که آخرشم داخلش توش یه فایله که این فایل دیتا مونه. کاری که ما باید بکنیم اینه که پوشه ای که حاوی فایل دیتا هست رو توی اون محلی که سازنده بازی گفته قرار بدیم. مثلا من الان این پوشه که حاوی فایل دیتا هست و میخوام استخراج کنم انتخابش کردم، این بالای آیکون یا شکلکی نشون میده که یه فلش به سمت بالاست، دوش میزنم که میگه استخراج بشه. اینجا مسیر استخراج فایل رو نوشته که اگه روی بروز بزنید میتونید انتخاب کنید کجا اون فایل استخراج بشه و از حالت فشرده در بیاد، که به صورت پیشورد همون مسیریه که فایل فشردم قراره. روی اوکی میزنم، ثبت میکنم که از حالت فشرده در بیاد. اگه یه فایلی سالم باشه یا سالم دانلود شده باشه بدون اینکه حین استخراج ارور یا خطایی بده، فرایند 100% میشه. برمیگردم، میبینید اینجا یه
پوشه‌ای ساخته با همون اسم فایل فشرده. اشتباهی که اکثر کاربرا میکنن اینه که این پوشه رو به عنوان پوشه دیتا توی محله که باید بازی و دیتاشو بریزن کپی میکنن، ولی بعد میرن وارد بازی میشن میبینن که دیتای بازی شناسایی نشون. حالا به خاطر این باید چی کار کنیم؟ اول میام من مثلا فایل نصبی بازی رو نصبش میکنم که الان نصب نشد، بکنم حافظه داخلیم پره، یه چند تا چیز پاک میکنم خالی بشه، مثلا یکم آهنگ پاک کنم 500 میگ خالی کنم، ببینید قبل از اینکه یه بازی نصب کنید از اینکه گوشیتون چقدر حافظه داخلی داره مطمئن بشین که بعد به مشکل بر نخورین. نصب شد، صبر میکنیم تا نصب کامل بشه. الان که نصب شد یه چیزی نشونتون بدم، میریم داخل تنظیمات همون قسمت برنامه ها، این بازی که نصب کردیم ما میخواییم پیدا کنیم، پیدا میکنیم، ببینید میرین توی قسمت استوریج یا ذخیره سازی، حجم مجموع یا توتال رو زده تقریبا 55 میگه. ببینید وقتی دیتای بازی رو نریختین فقط حجم همون فایل نصبیه، ولی من الان میرم دیتای بازی رو کپی کنم. مثلا این دیتاها باید توی پوشه های خاصی کپی بشن، این پوشه رو کپی نمی کنم. این پوشه رو ببینید اسم بازی و سایتی که دانلود کردیم ازش رو نوشته. بازی وقتی نصب بشه این پوشه رو شناسایی نمی کنم چون سازنده بازی گفته این پوشه ای که با این نامه اگه این فایل توش بود یعنی دیتا شناسایی باشه، پس بازی این پوشه رو با این نامه که سازنده براش مشخص کرده شناسایی میکنه. پس پوشه یه حاوی فایل دیتا را توی اون مسیری که سازنده گفته کپی میکنه. این مسیری که الان باید توش کپی کنم حافظه داخلی گوشی، پوشه اندروید، بعد پوشه OBB هستش. اگه این پوشه OBB وجود نداشت میتونید خودتون اینا بسازید. بعضی از بازی‌های هم هستن که باید توی پوشه دیتا فایل دیتاشون قرار بگیره. و حالا فرق نره، بستگی داره که سازنده بازی اون فایل رو گفته کجا کپی کنی. توی وارد پوشه OBB میشم، اگه هم وجود نداشت خودم میسازم، پوشه حاوی دیتا رو منتقلش میکنم توی این پوشه. الان که من مشخصات بازی مونا ببینم، حجم مجموعش از 55 مگ به 350 مگ تغییر کرد، یعنی دیتای بازی رو شناخته شده و کارمون رو درست انجام دادیم. یه نکته ای هم بگم، اگه بازیتون آنلاینه با اینترنت بهش وصل بشید و اگه وصل شدید و کار نکرد با فیلتر شکن تست کنید چون ممکنه فیلتر باشه، و اگه بازیتون آفلاینه ترجیحاً آفلاین وارد بشین چون ممکنه اون بازی برای کشور شما یا همون ایران موجود نباشه، بعد آنلاین که وارد بازی میشید اون بازی به گوگل پلی وصل میشه شناسایی میشه، بعد میبینه برای کشور ما موجود نیست فایل دیتا پاک میشه، به خاطر همین آفلاین واردش بشین بهتره. خب الان من میرم بازی اولد من جورنی رو آفلاین اجرا کنم، دسترسی های لازم رو میدم، میبینید الان مثلا میخواد به نرم‌افزار گوگل پلی گیمز وصل بشه که اگه جیمیل داشته باشین یا آنلاین بودین وصل میشون. صبر میکنیم تا بازی منوی بازی بالا بیاد،
این هم از بازی. بازی اجرا شد و میتونید لذت ببرید. ببینید فرایند کار برای اکثر بازی ها همینه. هر بازی خواستید نصب کنید یه فایل نصبی داره، یه پوشه دیتا داره که باید اونو توی محل مناسبش قرار بدید. یه نکته ای که بگم اینه فایل دیتا باید توی حافظه پیشفرض گوشی انتقال داده بشه که الان توی اغلب گوشی هایی که ساخته میشه حافظه پیشفرض گوشی همون حافظه داخلیه. بعضی از گوشی ها هم هستن که اگه برید توی قسمت تنظیمات بعد قسمت استوریج یا ذخیره سازی از اونجا میتونید تعیین کنید که حافظه پیشفرض گوشی حافظه داخلی باشه یا حافظه خارجی. من شخصا بعضی گوشی قدیمی هم دیدم مثلا از سامسونگ که فایل دیتا رو با اینکه حافظه پیشفرض یا حافظه داخلی بود روی حافظه داخلی میریختیم ولی اجرا نمیشد. اگه به همچین مشکلی خوردین فایل دیتا رو هم توی حافظه داخلی بریزین هم توی حافظه خارجی یا مموری کارت. یکی از مشکلات دیگه ای هم که کاربرا باهاش مواجه میشن اینه که وقتی وارد بازی میشن میبینن مثلا محیط بازی، گرافیک بازی درست نشون داده نمیشه یا مثلا شخصیت ها آبی رنگن، ساختمون ها و محیط نصف نیمه نشون داده میشه. این دو تا دلیل میتونه عمده داشته باشه، یکی اینکه پردازنده گرافیکی گوشی شما ضعیفه یا اگه پردازنده گرافیکی گوشی شما قوی هست و از این باید مطمئن هستید شاید اون بازی با پردازنده گرافیکی شما مشکل داشته باشه و باید منتظر باشین تا که سازنده بازی توی آپدیت های بعدی این مشکل رو رفع کنه. یکی دیگه از مشکلات معدودی که کاربرا باهاش مواجه میشن اینه که وقتی وارد بازی میشن از بازی بدون هیچ اروری میاد دستگاه بیرون یا وسط بازی هو دستگاه میاد بیرون. این بیشتر به خاطر اینه که رم دستگاه پره. حالا چطور رم گوشیمون رو خالی کنیم؟ میریم توی تنظیمات گوشی. توی اغلب گوشی قدیمی که مثلا اندروید 4 یا 5 دارن توی قسمت برنامه ها که بریم یه قسمتی همینجا نوشته برنامه های در حال اجرا. شما میتونید برنامه های در حال اجرایی که ضروری نیستند و از اونجا متوقف کنید ولی توی گوشی های اغلب جدیدی این دیگه توی قسمت برنامه ها نیست، میان توی تنظیمات بعد توی سیستم بعد توی درباره تلفن. اونجا یه گزینه‌ای داره به اسم بیلد نامبر یا شماره ساخت. یه چند بار روی اون میزنید فکر کنم 10 بار که یه پیام براتون اینجا مثل من میاره و نوشته که تنظیمات برنامه نویس فعال شد. برمیگردیم احتمالا توی منوی اصلیتون یه گزینه اضافه میشه که نوشته تنظیمات برنامه نویس یا اگه اضافه نشد میان داره تو همون سیستم یا درباره تلفن. بعد الان اینجا نوشته برای من قسمت ادوانسد، شاید هم نوشته باشه تنظیمات برنامه نویس یا دیولوپر آپشن. روی این میزنیم یکم همینجا میبینیم نوشته سرویس ها یا برنامه های در حال اجرا یا رینینگ سرویس. روی این که میزنم نشون میده که از رم دستگاه که مثلا مال من 3 گیگه 1.4 گیگش آزاده یا فریه 670 مگ توسط برنامه ها اشغال شده و تقریبا 1 گیگش هم برنامه های سیستمیه که شما مثلا بخواید یه برنامه یا متوقف کنید. مثلا من این برنامه رو بخوام متوقف کنم روی استاپ که بزنم متوقف میشه یا شاید هم به جای استاپ نوشته باشه فورس استاپ، روی اون که بزنید متوقف میشه و وقتی این برنامه ها متوقف بشن حافظه رم گوشی شما خالی میشه. یه کار دیگه هم میتونید بکنید که حافظه رم گوشیتون خالی بشه. ببینید وقتی گوشی خاموش روشن بشه یا ریستارت یا راه اندازی مجدد بشه برنامه ها هم غیر فعال میشن. در نتیجه وقتی گوشی میاد بالا قبل از اینکه برنامه شروع به کار کنه رم گوشی خالیه. میتونید گوشیتون رو ریستارت کنید و وارد بازی بشین. اگه هم حوصله ندارین که مثلا از این قسمت برنامه ها رو استوپ یا متوقف کنید میتونید یه برنامه جانبی مثلا برنامه گرینیفای رو از گوگل
یا سایت های مختلف دانلود کنید. کاری که این برنامه میکنه اینه که به جای اینکه شما تک تک برید از توی برنامه های در حال اجرا گزینه توقف رو بزنید، این برنامه رو میتونید با حاشیه لیست درست کنید که باهاش برنامه ها رو متوقف کنید، که مثلا روی این علامت به علاوه میزنم برنامه هامو نشون میده میتونم انتخاب کنم که مثلا برنامه ها رو اضافه کنید، که فقط کافیه این تیک رو بزنم تا به لیستم اضافه بشه، که حالا من قبلا لیست برنامه هایی که میخواستم رو ساختم. الان مثلا این برنامه هایی که اینجا میبینید مثل جیمیل، گوگل پلی گیمز یا نورد وی پی ان اینا فعالن، که روی این دکمه بزنم به حالت خواب یا هایبرنیت فرو میرند و غیر فعال میشن. هرچی که میدونستم توی زمینه نصب بازی های دیتادار اندروید رو بهتون گفتم. امیدوارم که مفید براتون واقع شده باشه و اگه هم دوست داشتین میتونید منو واگنامه رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.